بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه آن است که بتوانیم یک فضایی برای محاوره سالم و جامعه ایجاد بکنیم که به کمک همدیگر یه راه‌حل‌های اصولی و منطقی برای خودمون، آینده خودمون، آینده مملکت عزیزمون ایران و همچنین جهان ایجاد بکنیم. هدف از این برنامه ها همونطور که میدانی تحمیل عقاید نبوده و نیست، بلکه بنده و همکارانم هدفمون آن است که به جای مناظره کردن ناسالم به مکالمه سالم و نظرخواهی های متفاوته بپردازیم و از مشاجره خودداری بکنیم. امروز بنده مهمانی عزیز دارم، ولیکن به بنده اطلاع دادن که در راهن و هر لحظه به ما میپیوندن. من به همین منظور صبر میکنم تا ایشون تشریف بیاورن قبل از اینکه به معرفی ایشون اقدام بکنم. من بهتر هستم امروز، ولی با وجود این بایستی یک مقدار با من حوصله بکنید اگر هنوز یک تک صرفه هایی دارم. امروز قبل از هر چیز وظیفه وجدانی خودم میدانم که در گذشت صعود یکی از نوابق و نوادر علمی یه عصر حاضر رو در رشته ریاضیات که مریم میرزاخانی هستند به تمام جوامع علمی در سراسر جهان و همچنین دوستان عزیز ایرانی تسلیت عرض بکنم، چه که این وجود نازنین در مرحله اولا مایه افتخار اهل عالمن و در مرحله دوم مایه افتخار زنان طبقه نسوان و همچنین جمعی ایرانیان هستند. شاید ایشان رو دوستان از نزدیک نشناسند، ولیکن اون نفوسی که با افکار علمی این شخص بزرگوار آشنایی داشتن میدانند که ایشان هرگز نمی میرن. در حقیقت ایشان آمدن به این عالم که یک الگویی از افکار خودشون و نابغه هایی که در عالم هست رو برای ما گویا بشون. ایشان به مرض سرطان در سن 40 سالگی صعود فرمودن، ولیکن به خاطر ارزش های علمی که داره هرگز نمی میرن. در اینجا می خواهم از دوست عزیزم جناب علی نیری و همکارانشون که برنامه‌ای به خاطر یاد بوده آن شخص بزرگوار فردا روز یک شنبه در دانشگاه ایرواین منعقد کردن تشکر بکنم و از شما خواهش میکنم اگر میتوانید تشریف ببرید و در این یادآوری، تذکر و بزرگ داشت سهیم باشید. میدانید انسانهای حقیقی هرگز نمی میرن و این شاید یکی از بزرگترین درسایی که انسانها می گیرن. تمام ما میاییم به این دنیا و نمیدانیم چند سال در این عالم هستیم، به یک مرض یا یک درد یا درد دیگری
از این عالم بالاخره می رویم. آن چیزی که مهم است آن یادداشتی است که باقی می گذاریم و اثری است که برای نسل‌های معاصر و آیندگان به جا می گذاریم. اگه خوب دقت بکنید این یکی از معانی دقیق مؤمن حی در دو عالم است می باشد. مقصود از مؤمن در اینجا یعنی اون کسی که ایمان دارد به حقیقت، کسی که استقامت دارد در راه حقیقت، کسی که عشق به جهان، عشق به حقیقت در قلب دارد، کسی که سعی می کند با عشق ورزی و عقل ورزی و صلح دوستی نظام عالم رو بهتر بشناسد و بشناساند. همچین فردی هرگز نمی میرد. یعنی این است یکی از مفاهیم حقیقی زندگی، زندگی که ابدی است، زندگی که مقید به زمان و مکان و جسم نبوده و نیست. شما میبینید در این شخص بزرگوار و در سایر نفوسی که قبل از ایشان آمدن و انشاءالله هزاران هزار بعد از ایشان خواهن آمد، افتخار آنها به این بود که از بزرگترین عطیه خداوندی، عطیه طبیعت، عطیه وجود استفاده کردن و آن خرد است. خردی که بدون بغض فقط به دنبال حقیقت است، حقیقتی که نه شرقی است و نه غربی است. مخصوصا اگر شما دقت بفرمایین ایشان در رشته ریاضیات قلم زدن، قدم زدن، نطق کردن و موفق شدن به اخص عالی ترین جایزه‌ای که در رشته ریاضیات هست که معادل است با همون جایزه نوبل، در حقیقت فیلدز پرایس یا مدل چیزی است که ایشون اخذ کردن و نائل شدن. ریاضیات در حقیقت یک علمی است که حقایق رو بررسی میکنه و سعی میکنه الگوهای حقیقی رو به انسانها یاد بده تا مطابق اون الگوها بتوانن جهان هستی رو بفهمن. به عبارت دیگه ریاضیات و فلسفه، این دو شاید ضروری است برای شناخت هرچه بیشتر دنیا و آنچه در آن می‌گذرد. ما اکثرا در ایران بلخص و در سطح عالم با مفهوم حقیقی علم ریاضی و علم فلسفه آشنایی نداریم و تأثیراتش رو در ایجاد فرهنگ‌های مختلفه و همچنین رفع تعصبات از هر نوعی نمی‌دانیم. یعنی در حقیقت بنده خودم شخصا معتقد هستم که وقتی انسانی با مفاهیم انتزاعی فلسفی کلی اونس نداشته باشه، تحت هیچ شرایطی نمیتواند در مسائل جزئی چه مذهبی چه سیاسی خودش رو جای بده و بفهمه. با این مقدمات اصولی و کلی میخواهم امروز یک مسئله عظیمتری رو شروع بکنم و صحبت بکنم به دنباله بحث هفته قبلمون. و خوشبخت هستم که مهمان عزیزم هم جناب دکتر مشکی در اینجا حضور دارند و بحث دفعه قبل ما آن بود که رابطه قانون با ایجاد عدالت چیست؟ آیا تبعیت از قانون بدون عشق، بدون خردپروری و بدون شناخت ضرورت کلی
نفعی به اهل عالم میدهد یا خیر. و در این راستا بود که شاید از کسی که در این زمینه کار کرده و همچنین یک برنامه تلویزیونی تحت عنوان پناه قانون رو هر هفته به شما عرضه میکنه با خودم داشته باشم، جناب دکتر سیروس مشکی. خیلی خوش آمدین. خیلی ممنونم. ممنونم که آمدین بالاخره. بله، من یک از دوستان که از لندن آمده بودند در خدمتشون بودم و موضوعی پیش آمد که خود با اینکه گفتم من باید هر چه زودتر خودمو برسونم به جناب ریاستی، من خوشحالم که این توفیقو دارم. برای من همین که شما اینجا هستین ممنون هستم و در غیاب شما من وقت رو غنیمت شمردم و تسلیت گفتم به دوستان عزیز و همچنین همکاران علمی خودمون در گذشت مریم میرزاخانی رو. بله. که چه خدمات ارزنده‌ای به جامعه علمی و همچنین جامعه بشری کردن. اینطوره، بله، واقعا ضایعه بزرگی است. به قول معروف میگه چرا عمر دراج و طاووس کوته، چرا در درازا زیاد ما رو کرکس. بله. چنین کسانی که اینقدر وجودشون مفیده برای بشریت و خلقت اینطور زود کوتاه میشه عمرشون، واقعا دریغه و جالب تاثیر. شاید سیروس جان نشون میده که مدت زمانی که ما در این عالم هستیم انقدر مهم نی تا این که چه تأثیری و اثری میگذاریم برای نسل حاضر و آیندگان. نظر شما چیست؟ کاملا درسته، برای اینکه همطور که ملاحظه میکنید و جناب عالی میدونم بصیرت کامل دارید به این مسئله، روح انسانی است که انسان رو متمایز میکنه از بقیه موجودات و باز این روح انسان هست که آثاری از او تراوش میکنه که انسان رو مخلد و جاودان میکنه. و چون سایر موجودات یا حیوانات با از بین رفتنشون دیگه اول تموم میشن، دیگه اثری ازشون بار نیست و در طول هزارها سال هم حیوانات مختلف همچنان تکرار قبلی ها بودن، هیچ نتیجه‌ای برای در اطراف خودشون و در طبیعت نداشتن، ولی انسان است که به مدد آن چیزی که او را از حیوان جدا میکنه، یعنی همون اندیشه و خردورزی و آنچه که ما روح انسانی می نامیم، این آثاری میگذاره که میتونه شخص رو با این است که ما هنوز مهر میورزیم و عشق میورزیم و افتخار میکنیم به مولانا، به حافظ، به بزرگانی که آمدن و دانشمندانی که به هر ترتیب تمدن انسان رو جلو بردن و نقشی داشتن، از ادیسون گرفته، از گراهام بل گرفته، تمام کسانی که بوده و هستند. و خب مریم میرزاخانی هم کسی است که نظیرش واقعا در جامعه بشری خیلی نیست. بله، شما یه صحبت اساسی رو شروع کردین و خوشحالم هستم که شروع کردین، روح. واقعا وقتی میگوییم روح، چون من میخواهم به بحث قانون و خرد و طبیعت پیش ببرم، آیا مقصود ما از روح چیه؟ یعنی وقتی یک نفری که شاید به هیچ کدوم از این مواضع غیر طبیعی اعتقادی نداره، به چه چیزی، یا اصلا درست هست بگیم چیزی، ما به چه جوهری تحت عنوان روح میبینیم؟ آیا روح رو فقط عامل میبینیم و معرفی عرفی میکنیم، یا حقیقتا یک موجودیتی واسش قائلیم؟ ببینید، البته هر چه که ما بگیم طبیعتا به نظر من محصول و مخلوق یک اندیشه ماست، دو مطالعات ما، و بنابراین لزوماً دلیل این نمیشه که دقیق باشه یا کامل باشه یا مطلق باشه. بنابراین هر کسی از ظن خود شد یار من. اون چه که برای من روح انسانی رو تعریف میکنه و متمایز میکنه از بقیه به قول شما جوهرها یا چیزها، این است که من در سلسله مراتب موجودات عالم، از جماد و نبات و حیوان و انسان و حالا مراحل بعد ملائک و نمیدونم فرشتگان و اینها رو کاری نداریم، در این همین محدوده
علم خودمون. نگاه میکنم به اینکه انسان و حیوان، چون انسان هم یه حیوانه، ولی چه فرقی ما داریم با سایر انواع حیوانات؟ این فرقی که ما داریم این است، چون اونا هم حس دارن، اونا هم حرکت دارن، اونا هم زاد و ولد میکنن، اونا هم رشد میکنن، همه اینها هست، اونا هم نوعی وفا دارن یا ندارن، به هر حال یه نوع درندگی دارن یا ندارن. بنابراین در اون خصوصیات ما مشترکیم. بله. اون چیزی که انسان رو میبره و بهش نام انسان یا اشرف مخلوقات میده و متمایزش میکنه از انسان، اون به نظر من اون نیست که ما به روح تعبیر میکنیم، که مجموعه است از صفات انسانی، خرد انسانی، قابلیت تعمیم و انتزاعی ساختن. یعنی اگر که شما به من بگید که یک میز، این یک میزه، این دو میزه، این سه میزه، ولی بعد بگید سه، عدد سه، عدد سه وجود نداره. آفاره. ولی انسان میتونه این رو بفهمه. شما میگید این درخت سیبه، این درخت خرمالوه، این درخت گردوه، همه اینا رو بزنید، من درخت سیبا میفهمم، درخت گردو رو میفهمم، اما اگر گفتی درخت آفره کدامه، درختی وجود نداره، اما انسان میتونه اینو بفهمه. این قوه تشخیصه که به نظر من ما اسمشو گذاشتیم روح، و اون چیزیست که به جسد، جسد ما صرفا یک چیز بهیمی و حیوانیست. وقتی عنصری به نام روح بهش تعلق میگیره یا بهش میتابه، این یک آثار و فضائل و یک ویژگی‌هایی پیدا میکنه که میتونه نویسنده بشه، میتونه متفکر بشه، میتونه ریاضیدان بشه، میتونه مجسمه‌ساز بشه، میتونه یک معمار خوب بشه، میتونه تمام کارهایی رو که ما میکنیم که ممکنه یک انسان دیگه نکنه، در حالی که یک سگ، همه سگ‌ها یک خصوصیات مشترکی دارن. ولی اون ابتکار یا اون فردیت و تشخص و تعینی که شخص پیدا میکنه به خاطر اون عنصری است که ما بنده اسمش رو گذاشتیم. آیا شما همین پدیده ای که مریم حی در جمعی عوالم رو تشویق میکنه به این که دنبال ریاضیات بره، که علم کل رو بفهمه، که ریاضیات همونطور که میدانید اصلا کلید علمه؟ بله. و حتی نشون میتونه داده بشه که کسانی که تعصبات حتی مذهبی دارن به خاطر اینه که ریاضیات و فلسفه رو درست نمیفهمن، آیا خود این پدیده ریاضی که انسانها به کشفش مشغول شدن یا فلسفه های کلی خودش از خصائل روحه؟ دقیقاً به نظر من شاخص‌ترین خصیصه. شما بهتر از من میدونید که مثلا در لیسه افلاطون یا مکاتب یونان قدیم، فلاسفه ارسطو و افلاطون و اینها که درس میدادن، بر سردر مدرسه‌شون نوشته بود هر که ریاضی نمیداند وارد نشود. آفره. یعنی یا هندسه نمیداند وارد نشود، برای اینکه شرط ورود به مباحث انتزاعی و فکری و این گونه تشخیص حقایق پنهان یا مابعد و طبیعه وقوف به ریاضیاته. یعنی شما اگر مفاهیم ریاضی رو نتونید تصور کنید، اصلا نمیتونید وارد این حوزه بشید. پس ما الان یه مترادف خوبی برای روح پیدا کردیم که هر چقدر کلی تر ما فکر بکنیم و مدلای کلی تر برای حرکات و سکنات خودمون ایجاد بکنیم، شاید به حقیقت، واقعیت یا اون چیزی که شما تحت عنوان روح نامیدی نزدیک تریم. این رو من میتونم کاملا درسته. روح ما کاملتر میشه، روح، چون به هر حال افراد با توجه به مدارج و طبقاتی که از لحاظ فکری و شعوری و غیر دارند، میتونن به هر حال روحشون در کلاس های مختلف تکاملی باشه. هر چقدر که اون حالت انتزاعی و تجریدی قوی تر باشه، به نظر من تکامل روحی کامل بیشتر. پس آیا شما با این نظریه موافقین که هر چقدر ما دوران بچگی به بچه ها بلخص به جای اینکه شریعت، طریقت، قانون، حالا داره میگیم سر اصل مطلب رشته شما، یاد بدیم بکن نکن و به مجازات و مکافات، اگه به اینها تحلیل انتقادی، ریاضی و فلسفی یاد بدیم،
شاید خصوصیات روحانی و انسانی بیشتر جلوه میکنه؟ آیا شما به این معتقد هستین؟ من فکر میکنم که این در واقع مشکلی است که تا کنون بشریت رو انقدر گرفتار کرده، عدم توجه به این نکته و همون امر و نهی ها یا اون شیوهی که تا کنون نسل بشر برخورد کرده برای تربیت نسل آینده خودش. بله، اگر که یک اصلاح بنیادی باید صورت بگیره و اشکال منتها از لحاظ عملی میدونی جواب ریاضتی این است که اونقدر شاید ما نه معلم این کار رو داشته باشیم در سطح، وقتی یک در کره زمین ما رو صحبت از 8 میلیارد آدم میکنیم، نه اون اندازه هنوز کسانی اصلا به این اندیشه رسیده باشن که اینو بفهمن، چه برسه به اینکه انقدر معلم و آموزگارش رو داشته باشیم. ولی خب باید از یه جایی شروع کرد. و این پس این را قبول داریم که قانون تا زمانی که تحت لوای یک نظام کلی روحانی یا فلسفی ریاضی نباشه، خود قانون میتونه در حقیقت اسباب اختلاف رو ایجاد بکنه. به این کلیتی که میفرمایید من یه خورده مسئله دارم براش، برای اینکه قانون حتما قرار نیست عدالت رو برقرار بکنه. بله. ما قوانینی داریم که شما مثلا در یک خیابونی روزهای فرد نمیتونید پارک بکنید. این هیچ ربطی به روحانیت نداره، نه هیچ ربطی به اخلاق نداره، فقط داره تنظیم میکنه روابط انسانی رو. بنابراین میتونیم از یعنی اگر بخوایم که رگه های روحانیت یا اخلاق رو در قوانین جستجو کنیم، باید قبلا قائل به تفکیک بشیم که راجع به کدام قانون داریم صحبت میکنیم، این قانون هدفش چیه، ناظر به چه گونه از رفتار و ضوابطیست. حتی اون مثال شما رو در نظر بگیریم و زمان هم زود میگذره، سیروز خان شما یه ذره دیر اومدی، نیم ساعت بیشتر نداریم، ما میدونم داره میدرخشه، ولی اجازه بنده بدیم 5 دقیقه دیگه من بحث رو به یه جایی برسونم و بعد خطوط رو باز میکنیم. حتی در این مسئله ای که شما ذکر کردین یک محور بالاتری هست، اگرچه زیاد شاید با روح به طور مستقیم ارتباط نداشته باشه، ولی باز هم میخواییم که اسباب اختلال رو شاید کم بکنیم و به خاطر حرمت مزایا و نظم که دوباره انسانها رو دخیل میکنه، ما این قوانین فرعیه رو میذاریم، اگرچه خود این قوانین به نفسه شاید هیچ ربطی به عدالت کلی نداشته باشه. این رو درست میفهمم؟ حالا بیایم سر اصل مطلب، در پناه قانون، کدوم قانون سیروس جون؟ خب قانون البته بهتر از من میدونید میتونه قوانین الهی باشه، قوانین طبیعی باشه و قوانین ساخته دست انسان باشه. ما در حقوق مکتب حقوق موضوعه داریم و مکتب حقوق موضوعه. بله. حقوق موضوعه آن است که توسط انسان‌ها وضع شده، حقوق موضوعه اون است که فطری است و میگویند در نهاد بشری وجود داره. حضرت امانوئل کانت هم حرف قشنگی زده، میگه اون آسمانی که بالای سر منه و اون احساس وجدانی که در قلب منه به من میگه که خدایی هست یا زندگی چه مسیری رو داره طی میکنه. بنابراین وقتی راجع به قانون صحبت میکنیم باید اول ببینیم که منظورمون کدوم قانونه. برای تسهیل مطالعه یا برای اینکه بتونیم به یه حد اقلی از توافق برسیم که بر اساس اون ادامه بدیم، من فکر میکنم باید بریم رو قانون ساخته دست بشر صحبت کنیم، یعنی قوانینی که بر اساس اصول حالا قانونگذاری در جامعه‌ای که دموکراتیک یا غیره و ذالک اینا وضع شده و قرار است که در هر زمانی که وضع میشه بهترینی که به نظر اون قانونگذار میرسه باشه. اما در عمل همواره چنین نیست، گاهی وقتا قوانین بد داریم. به همین دلیله که در فلسفه حقوق یک مطلبی مطرح شده و اون است که قانون بد اگر خوب اجرا بشه بهتر از قانون خوبیه که بد اجرا بشه. بنابراین خوبی یا بدی قانون در درجه دوم اجراش مهمتر از خود قانون. یعنی من فکر میکنم هدف اساسی این بیان اخیر شما اینه که وقتی که ارزشیابی عملی بشه در اجرا، حتی اگه قانون هم بد باشه میتونه تعویض بشه. بله، اون که حتما میتونه تعویض بشه، ولی تبعیض نباید بشه. یعنی شما اگر که بخواید که تبعیض آمیز انجام بدید،
بهترین قوانین نابود میشه و از بین میره و اصلی بهش نداره. من قبل این مثل این که اصرار داره میکنم و بگیریمش، ولی شما فرمودین سن و قانون. من میدونم اکثریت دوستانی که اینجا دارن گوش میدن به قانون طبیعی که روابط ضروریه منبعث سقایق اشیاس رو قبول میکنن. شما اشاره کردی به حضرت کانت، حالا علیه السلامشو نگفتی، ولی کسی هم نیست در این عالم که به عظمت مقام کانت پی نبرده باشه، به قوانینی که ذاتاً در ما موجوده اون رو هم من تا حدودی میفهمم. اکثر روانشناسا هم به این معتقدن. قوانین الهی این دیگه چیه سروس جان؟ قوانین الهی رو کی میاره و چگونه اون قوانین میتونه از این قوانین طبیعی و قوانین موجوده جدا بشه؟ آیا میتونه جدا بشه؟ حالا قوانین الهی خب طبیعتاً بر اساس معتقدین به مذاهب قوانینی است که در کتاب‌های آسمانی آمده دیگه. بنابراین صرف نظر از اینکه شما چه اعتقادی دارید یا اصلا اعتقادی دارید به اون بحث، در تقسیم بندی مطالعاتی قوانین الهی اصطلاحاً به قوانینی است که به اعتقاد اهل اون مذهب جزء کتاب‌های آسمانی آمده. حالا ما از کتاب‌های آسمانی رو بیاریمش رو زمین، بذاریم ورق بزنیم ببینیم چه خبره. پس این شما در حقیقت اینجا یه تقسیم بندی کلی کردین، چون به نظر بنده میاد که قوانین الهی، الهی اگر مبدا خیر عمومی است، بنابراین نه مذهبیه نه علمیه، میتونه اپلیکیشنش و کاربردش به صورت فردی، به صورت اجتماعی باشه و اعتقاد فردی که این مذهب رو درست میکنه. یعنی کتاب آسمانی شاید یه اصطلاحه، ولی اینا ساخته و پرداخته فعل و انفعالاتیه که یک گروه ایجاد کردن. من این رو نمیخوام اینجا عرضه بکنم که کتاب موسی آیا از طرف خود موسی و پیروانشه یا یه منشه غیر انسانی داره که ما بهش میگیم ماورا و طبیعه، ولی در اونجا هم یه ارزشیابی ما باید بکنیم. مثلا آیا شما شخصا معتقد هستین تورات یا انجیل یا قرآن یا اقدس در حقیقت نویسندگان این کتب با یک قوه ماوراء طبیعی ارتباط دارن در این قوانین، و اگر این باشه بنابراین با قوانینی که ماها ایجاد میکنیم در مرحله اول تعریف شما از قانون، یا قوانینی که ما کشف میکنیم در وجودمون کانتی، فرق میکنه و بنابراین اون ارزش بالاتری داره؟ ببینید، بحث ارزشی به نظر من موکول به اینه که اول ببینیم اعتقاد ما چیه و ایمان ما در اون زمینه چی است. اشکال من اما شخصا با این بحث این است که بسیاری از کتاب‌هایی که به عنوان کتاب آسمانی نام برده میشه، کتابایی است که در زمان اون پیغمبر حتی نوشته نشده. بعضی ها 100 سال یا 200 سال بعد. الان بنده و جناب علی یک کلامی رو با هم رد و بدل میکنیم، 10 دقیقه بعد در بیرون از این سالن اگر من بخوام نقل کنم که آقای ریاضتی اینو فرمودن، احتمالاً چند یه مقدار تغییر کرده. حالا شما ببینید که اگر 200 سال بگذره، 3 نسل 4 نسل هم گذشته باشن، یکی بخواد بیاد بگه که آقای ریاضتی در اون روز چه گفته، گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. این است که اون آسمانی بودن کتاب‌هایی رو که حتی توسط خود اون واضعش یا شارش نوشته نشده و سالها بعد توسط دیگرانی به رشته تحریر آمده، میشه از لحاظ ارزشی خب راجبش مطالعه کرد. و پس شما یعنی در حقیقت اگه اونطوری ما بخوایم بگیریم، غیر از باب و بهاءالله که تا حدودی میتوانیم بگوییم آثار یا به خط خودشونه یا به خط کاتبینی که بعداً تصویب کرده، بقیهش رو ما بایستی قبول بکنیم که شاید مرا اون طوری که مد نظر این قانونگذارای کلی بوده نبوده. این که حتما نتیجه ایست که اولین نتیجه ای که گرفته میشه، چون به هر حال با توجه به قرب و نزدیکی این زمان با دوره ما میدونیم که اینا توسط خودشون نوشته شده. ولی بلافاصله بعد از این سوال بعدی مطرح میشه که خب آیا این نتیجه محصول افکار این
حضرات بوده یا اینکه واقعا از یک منبع مابعد طبیعی غیر انسان غیر به اصطلاح طبیعی آمده، یعنی یک منبع الهی یا به اون چیزی که وحی بهش میگن. خب این همچنان به اصطلاح the jury is still out، باید دید که پس ما یعنی در حقیقت. حالا میخوایی یه سوال بگیریم، بفرمایید. درود بر شما. قربان شما، بفرمایید. اصلا به حضورتون آقای ریاضتی، من از بنای زنگ میزنم خدمتتون. درود به دکتر نشتین گرامی. خیلی متشکرم. من تا حالا تا این لحظه موردی پیش نیامده که وکیلی داشته باشم بر اون مورد، ولی میخوام صادقانه بگم من برنامه های دکتر نشتین رو دنبال میکنم، برنامه های دیگران رو هم دنبال میکنم و به این نتیجه رسیدم که دکتر نشتین یک فرد بسیار بسیار با اخلاق، اصولی و صبور، متواضع و صادق هستن و من لازم دونستم، من به عنصر تشویق عقیده دارم، باور دارم، به عنصر تنبیه اصلا باور ندارم. چی عنصر تنبیه؟ عنصری بود که در آموزش ما همه یادمونه، حاکم بود، هیچ وقت ما رو تشویق نمی کرد. ولی من به عنوان یک ایرانی خودم رو موظف می دونم اگر یک وکیل، یک مهندس، یک دکتر دیدم که در راه درست انسانی و با اخلاق و اصول اخلاقی انسانی گام بر می داره، لازم دونستم این زنگ رو بزنم و خیلی ممنونم تشکر بکنم و همینطور از شما که باعث شدید ما این برنامه رو قربان شما. باز پس فراوان من روز خوش میگم خدمت قربان شما. خواهش میکنم، منم اجازه بدین تشکر کنم برای اینکه میدونم مدت ها پای خط بودن و به خودشون این زحمت رو دادن. سپاسگزارم از خوبی و مهربونیتون. بفرمایید. درود بر شما جناب ریاضتی و مهمان گرامیتون آقای دکتر سیروزی مشکی. خواهش میکنم. بفرمایید. الو. بله بفرمایید، خوش اومدید. متشکرم. پرسشی که از جناب مشکی دارم اینه که آیا جناب مشکی شما به فری ویل معتقد هستید یا جبر؟ با جواب دادن به این سوال بنده میتونم نظریه حضرت عالی رو در مورد معمای حیات دریابم. متشکرم. خواهش میکنم با کمال میل. فری ویل یعنی چی؟ یعنی جبر یا اختیار. ببینید به نظر من انسان در هر دو زمینه فعالیت داره، یعنی در بعضی از امور ما فری ویل یا اختیار داریم و در بعضی از زمینه ها مجبوریم. ما مجبوریم که نفس بکشیم، ما مجبوریم که غذا بخوریم، ما مجبوریم که بخوابیم. بسیاری از چیزها در واقع به حکم جبر و طبیعت به ما حقنه شده و مجبور، یعنی راهی نداریم که جز تبعیت از اون. خب این جبره، بنابراین بخشی از زندگی ما اجباره و جبره، اما بخش دیگری ما اختیار داریم که صبح از بستر بیایم بیرون، دنبال کار و کوشش بریم، بریم مطالعه بکنیم، بریم به راه راست، بریم به راه کج بریم. بنابراین در یک، البته این بحث خیلی خیلی عمده و کلی است، برای اینکه خیلی وقتا ما آنگونه که از اختیارات خودمون استفاده می کنیم که به نوعی جبر درونی بوده، به خاطر اینکه مثلا تغذیه ما در کودکی طور دیگری بوده یا تربیت ما یا در یه خانواده‌ای، بنابراین به نوعی به هم آمیخته است جبر و اختیار، ولی هر دوش هست. ما نمیتونیم بگیم میتونیم بگیم سیروس چون تمام مسائلی که مربوط به امور فیزیکی و طبیعی تا حدودی چون روابط ضروری قوانین طبیعی رو داره در حیطه جبر طبیعی قرار میگیره و اخلاقیات مثلا و مسائل روحانی در تا حدودی در راستای اختیار بگیریم و یا اون بیان معروفی که نه جبر است و نه اختیار بل امری است بین این دوتا. بله، در مورد اخلاقیات تا حدود زیادی به نظر من درست اختیار، البته اونم عرض کردم اگر بنده در یک خانواده متولد بشم و تربیت بشم که اصلا بوی از این برده نشده یا فجایع یا ظلمی در کودکی به من بشه که به طور کلی بری بشم از تمام و ضد اخلاق بشم، خب ناشی از جبره. در مورد اختیارات بدنی و فیزیکی هم باز نمیتونیم بگیم همش
جبره، برای اینکه بنده اختیار دارم که برم ورزش کنم و بدنم رو به نوع به شکل دیگری به شکل بهتری در بیارم، یا اینکه بذارم. شوپنهاور رو میشناسید؟ شوپنهاور میگه، چون ایشون هم انگلیسی گفت، بذار منم اصل انگلیسی شو بگم. I am free to want what I want, to do what I want, but I am not free to want what I want. من آزادم که انجام بدم اون چیزی که میخوام، ولی آزاد نیستم اون چیزایی رو که میخوام پیدا بخوام. آیا این درسته؟ دقیقاً. این مسئله همونطور که شما فرمودیم ما داریم سر نخ رو میدیم. بحث جبر اختیار اگه به این سادگی بود که دو دقیقه ای محلش بکنیم، دیگه نه افلاطونی پیدا میشد و نه کانتی، و شاید دوباره همون حضرت کانت شما میفرماید ما سه چیزی که ما دقیقاً نمیتونیم بفهمیم، یکیش همون اختیاره، ولی اختیار رو ما قبول میکنیم به خاطر اینکه بتونیم مفاهیم وجدانی و اخلاقی رو هماهنگ بکنیم. بفرمایید. درود و سپاس به شما آقای دکتر ریاضتی. لیلا هستم از ویرجینیا. خواستم ازتون تشکر کنم که این برنامه به این خوبی رو آوردین. قربان شما. دنیا متشکر. عرض سلام منم خدمت آقای دکتر میشه. متشکرم خانم لیلا، خیلی لطف کردید. فدای شما. خیلی ممنون. بفرمایید. که جبر و اختیار هیچی من هم نفهمیدم، ولی خوبه که نفهمیدم. فریاد بود. بعضی موقع هایدی آدم نفهمه بهتره. خب سروز شم 12 دقیقه دارم. شما فرمودی در ابتدای من درست نشنیدم، قانون ربطی به عدالت نداره. بله. نه قانون یکی از حربه ها و وسیله هاییست که به موجب اون انسان میخواد عدالت رو برقرار بکنه. قانون به عنوان کارگزار و حربه‌ای یکی از حربه‌های اجرای عدالته، ولی نه تمام عدالت به اصطلاح عموم و خصوص مطلق بینشون وجود داره، نه خودش عدالته، نه غالباً عادلانه است و بسیاری اوقات هم اصلا عادلانه اجرا نمیشه حتی اگر خودش در نفس خودش. یعنی چی؟ چی قربان؟ عدل یعنی چی؟ عقل؟ عدل. عدل. عدل خب میدونید عدل یعنی که از اصطلاح تعریف یونانیش در تاریخ فلسفه میگفتن، یا اگر اشتباه نکنم دو چیز رو عدل میدونستن در یونان قدیم فلاسفه یونان، یکی این که آنچه را که مدیون هستید ادا کنید، و دوم به هر کس آنچه را که سزاوار است بدهید. آیا این همون چیزی نیست که این که شما فرمایید در آثار ارسطو و بر اساس این کتاب پنجم ریپابلیک که در جمهوریت افلاطون میگه که من نمیتونم اینو تعریف کنم، ولی من میتونم بگم عدالت، حکمت، شجاعت و شفقت، جاستیس، مودریشن، آفرین، کوریج، آفرین، شجاعت و رافت، حکمت و ویزدان. پس حالا پس به جای خوبی اومدیم. حالا اگر این چارچوب افلاطونی رو قبول بکنیم، آیا عدالتی ما میتونیم پیدا بکنیم خارج از پارادایم خرد پروری یا حکمت یا رفعت؟ نه دیگه، شما از پارادایم خرد خارج بشید هیچی نمیتونید پیدا کنید. به نظر من همه اون در چارچوب اصلی، یعنی قالب اصلیست. ولی اشکال مثلا میدونید به همین تعریف عدالت، اشکالی که میگرفتن این بود که میگن شما اگر آنچه را که مدیونید ادا کنید، اگر اسلحه ای از یک آدم دیوانه یا خطرناک قرض کردید، اگر بدید بهش پس بدید، خب ظاهرا عدالت بر اساس این تعریف، ولی ممکنه که هزار جور بی عدالتی صورت بگیره. اگر افلاطون اینجا نشسته بود، چون میدونیدم زنده است ولی ما درست افلاطون میگفت من به شما گفتم عدالتی وجود نداره مگر اینکه با خرد، حکمت و شجاعت همراه بشه. بنابراین اینا یه مقوله نیست که به تنهایی بگیریم. درست. این درسته؟ قابل درست. خب حالا اگه در عرض 2 دقیقه بخوای شما این رو به ایران عزیز خودمون ارتباط بدی، اشکال ایران بیشتر خرد پروری و انسان محوریه که مفقوده هست، یا اینکه عدالت رو میخوان یه جوری
بر اساس خواسته های مذهبی، خواسته های فرهنگی خودشون تعریف بکنن یا اجرا بکنن. ببینید، بر به نظر من باب شناسایی حقایق عالم، اگر خیلی بخوایم به طور کلی و جنرال صحبت کنیم، از دو طریق معمولا پیش میره، یا تعبدیه یا تعقلی. بنابراین تعبدی این است که کسانی بیان بگن آنچه که من میگم همینه، این دریچه ایست که باید از اون نگاه کنید، عبد و عبید باید باشید، تو تعبدم از بندگی میاد، از عبد میاد، از عبودیت میاد، بنابراین فلان کتاب آسمانی یا غیر آسمانی یا هر چی که من میگم این رو باید تعبدن قبول کنید و زندگی اینه. یا اینکه تعقلی، یعنی از روی عقل خرد رو بذاریم داور و میزان و بر اساس اون نگاه بکنیم. اشکال کاری که ما در ایران امروز داریم اینه که از شیوه اول داره تبدیل، یعنی اصول پیش ساخته پری فابریکه رو یک عده میخوان بگن. و حالا اون هم شاید اونقدر اشکالی نداشت که اگر ما یه اصول ثابت پیش ساخته ای رو بگیم بر طبق این میخوایم زندگی کنیم. اشکال اما اینه که بنده که امروز بر سر کارم میگم این اصول اونیست که من میفهمم و اینطور که من میفهمم شما باید، یعنی حرامم در حرام کردیم، یعنی یه چیزای ساختگی قبلی ثابت شده رو تثبیت شده رو آوردیم و بعد میگیم حالا اینی که من از این میفهمم تو هم باید این اون تقلید کنی و تبعیت کنی. بنابراین اشکال بنیادینه. بله. از خانه از پای بست ویرانه. پس یعنی شما این راه عقل رو بسته. پس یعنی راه حل ایجاد عدالتی که بر اساس تعبد نباشه، چون تعبدی گرفتاری پیدا میکنه و چون اختلاف آرا ایجاد میکنه، نمیکنه؟ حتما میکنه. بنابراین مفاهیم عدالت رو هم عوض میکنه کاملا. اگر تعبدی بری، ولی آیا میتونی بر اساس خرد پروری بری و بعد انسان محوری رو هم ایجاد بکنی و به عدالت نزدیک تر بشی؟ کاملا شدنیست، ولی در این سطحی که این موضوع رو شما مطرح میکنید موکول به این که اون لایه‌های اولیه ذهن انسان ساخته شده باشه، درست تربیت شده باشه، زیربنا و مصالح رسیدن به این اندیشه و تکامل فکری رو داشته باشه. اگر شما در جوامعی این تربیت رو از ابتدا این برنامه ریزی آموزشی و پرورشی رو نداشته باشید، خب قشنگ ما بگیم انسان‌ها بیان از طریق تعقل کار کنن، اما وقتی که ذات دایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ شما وقتی این کامپیوتر انسان رو، این پروگرامش رو بهش نمیدید، چگونه انتظار دارید که اون شما به عنوان یک بینشگرا، من کاری به لویر و سایکالوجی اینا ندارم، کسی که اهل فکری و من به همین دلیل ارزش برای شما قائلم، اگر امروز ایران بخواد در اون مسیر قرار بگیره، در کدوم مسیر؟ در مسیر خرد پروری که ما الان حالت یوتوپیان بهش داریم میدیم، اولین چیزی که اینها بایستی در اون فلسفه بنیادی خودشون تغییر و تحول بکنن چی خواهد بود؟ به نظر من اولین و اساسی ترین و مهمترین گامی که باید برداشته بشه و تا این گام برداشته نشه هیچ وقت به نتیجه نخواهیم رسید، جدا کردن دین از حکومت. تا این دو بحث، یعنی دین بر نگرده به مکان اصلی خودش که قلوب مردمه و محل عبادت و پرهیزکاری، از خیابان‌ها جمع بشه، از دادگاه ها جمع بشه، از ادارات جمع بشه، از سیاست کثیف روز جمع بشه، یعنی اون مقام شامخ که انسان پروریه در اوج کمال خودش، نه اینکه آلوده به روزمرگی ها و حکومت، باید از دین جدا بشه. اگر ما نتونیم این کار رو بکنیم همچنان به نظر من گرفتار خواهیم. پس یعنی اینطوری من 100% با شما موافق هستم، جدای دین از سیاست، ولی من و شما جوشان هر دو میدونیم اگه در ذهن یک شخص متدینی که معتقده که این پیام الهیست، از طرف خدا اومده، حالا چه بهایی باشه، چه بابی باشه، چه مسلمان باشه، میگه سیاست الله، بنابراین این سیاست
بایستی اساس تمام سیاست‌های عالم قرار بگیره، جواب اون رو چگونه میدی؟ به همین دلیل اگر دقت فرموده باشید، من نگفتم جدایی دین از سیاست، گفتم جدایی دین از حکومت. دین از سیاست جداپذیر نیست، سیاست و دین هم جزء فرهنگ یک جامعه. بنابراین در هر جامعه‌ای سیاستی که شما دارید خواه ناخواه متأثر از دینتون، از فرهنگتون، از آرمان‌های مختلفی که در زندگی است. اما حکومت به عنوان یک ساختار اداری، یک ساختاری که باید با سایر جوامع هم در جریان باشه و باید روابط انسان‌ها رو از هر قبیله و طرز تفکر و اندیشه و نوعی تنظیم کنه و با افراد سایر جوامع و کشورهای دیگه تنظیم کنه، شما اون رو باید جدا کنید از این. چقدر خوشحالم که این تفکیک ایجاد شد، چون از یک طرف شما اجازه میدید که سیاست الهی با مذهب هماهنگی پیدا بکنه. البته من یه حاشیه‌ای میذارم بغل حرف شما، حتی اگر اون سیاست هم ضد انسانی باشه، من دوبار روش فکر میکنم. یعنی اگر سیاست الهی باشه ولی تفرقه بندازه، جدایی بندازه، بخواد نجاست ایجاد بکنه، بخواد عدالت رو محکوم بکنه، من حتی سیاست رو با دیانت یه مقدار گرفتاری باش خواهم داشت. بنابراین خود اینم قابل تعریف و توصیف و بررسیه. ولی چگونه من میتونم حکومتی رو ایجاد بکنم؟ یه دقیقه و نیم دیگه داریم. شما حاکمی، شما اعتقادات خودت داری، بالفطره یا بالاراده معتقد هستی که این برای اهل عالم خوبه. چرا برای اهل عالم خوبه؟ چون من عند الله اومده. چگونه تو میتونی حکومت درویی نداشته باشی، در این حال بتونی به اختلاف آرا هم نظر بکنی؟ در عمل میخوایم از این حالت یوتوپیان بیاریمش بیرون، چون من فکر میکنم شاید یه راه حلی که وجود داره اینه که بذاریم که مذهب فقط در همون وجدان قلب و خرد فعالیت‌های خودش داشته باشه و اون کسی که حاکمه هر چقدر معتقد هست به عقاید خودش، عقاید کلی رو مهمتر از عقاید فردی بدونه و به بلوغ اجتماعی اجازه بده که حقیقت رو پیدا کنه. خب 100% اینطوری. شما با اینکه شما الان فرضتون رو حاکمی گذاشتید که به یه سیاست الهی معتقده و احتمالاً صالحه، حالا بیاین ببینید یه حاکمی که مجنونه یا یه حاکمی که مخربه یا یه حاکمی که دیوان است مخبته. بنابراین ما نمیتونیم به اراده او واگذار کنیم و او رو مسلط کنیم بر جامعه. یعنی اینه که خرد عمومی باید حکومت کنه. پس یعنی اگر ما بتونیم در عرض این 50 ثانیه نتیجه‌گیری کلی بکنیم، سیاست‌های حکومتی وابستگی مطلق داره به خرد پروری عمومی و بلوغ اجتماعی و بنابراین و فرهنگ اون جامعه. تبعیض حکومت‌ها ضرورتاً عدالت کلی و رفاه انسانی رو ایجاد نمی‌کنه. اگر درسته. با این مفاهیم کلی ای دقت کردین به همه جا رفتیم، با این چیزی که دیر اومدی ببین چه قشنگ همه رو کاور کردیم. این یه مقدمه است برای اینکه شما به فکر و بینش بپردازین و با عرض تشکر از دوست عزیزم جناب دکتر سیروس مشکی و تشکر از سوالات شما، تا هفته آینده شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.